محمد اولیای فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ما همراه شدن. آقای اولیای فرد خیلی خوش اومدین. عفو بین الملل در بیانیه که منتشر کرده از جامعه جهانی خواسته تا از راه‌های قانونی و بین المللی جمهوری اسلامی رو در رابطه به مرگ آمیتا گراوان پاسخگو کنه. نظرتون در مورد این بیانیه و این درخواستی که مطرح شده چه است؟ ببینید، این بیانیه عفو بین الملل حاوی چند نکته مهم هستش. مهمترین موضوعی که در این بیانیه در واقع آمده، درخواستی هستش که عفو بین الملل از جامعه جهانی و کشورها داره. اول اینکه عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته که مقدمات و زمینه سفر هیئت حقیقت‌یاب رو برای بررسی در واقع قتل آرمیتا فراهم بکنن که این هیئت بتونه به ایران بره. و علت این هم که این تقاضا رو کرده عفو بین الملل این هستش که ببینید، با توجه به این که ایران هیچ گونه همکاری تا الان با هیئت حقیقت‌یاب نکرده در زمینه کیس قتل حکومتی مهسا و همچنین در مورد قتل‌های دیگه ای که در واقع جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی، هیچ گونه جواب روشنی ایران به کمیته حقیقت‌یاب نداده و جوابی که داده از نظر این کمیته قانع کننده نبوده. از طرفی ایران در مورد قتل حکومتی آرمیتا هم سیاست انکار و تحریف و دروغ و پیشه گرفته. بنابراین عفو بین‌الملل پیشنهاد داده به جامعه جهانی که مقدمات سفر هیئت حقیقت‌یاب رو به ایران فراهم بکنه تا خود هیئت حقیقت‌یاب بره و بررسی بکنه که چرا آرمیتا گراوان به کما رفته و در نهایت در واقع به قتل رسیده و بتونه تحقیقات میدانی در این زمینه بکنه. و اما درخواست دیگه عفو بین‌الملل از کشورها این بوده که از طرق قانونی جمهوری اسلامی رو به خاطر نقض حقوق بشر در خصوص زنان در واقع پاسخگو بکنه. خب ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی اجازه نداده که تا حالا گزارشگر حقوق بشر به ایران بره، یا اینکه جمهوری اسلامی احترامی برای قطعنامه‌های سازمان ملل یا شورای حقوق بشر قائل نیست. بنابراین به نظر میرسه تنها راه این که بشه ایران رو پاسخگو کرد، ارجاع پرونده ایران به در واقع دیوان کیفری بین‌المللی از طریق کشورهاست. در واقع سه مدل میشه پرونده رو به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داد: یک مدل از طریق شورای امنیت، یک مدل از طریق کشورها و مدل سوم از طریق ابتکار دادستانها. به همین دلیل هستش که عفو بین‌الملل از کشورها خواسته که برای در واقع ایران پرونده قضایی تشکیل بدن در زمینه جنایت علیه بشریت و این پرونده رو ارجاع بدن به دیوان کیفری بین‌الملل. و سومین نکته هم در واقع این هستش که پیرامون قتل حکومتی صحبت کرده عفو بین‌الملل. چرا؟ به این دلیل که وقتی که سرکوب هدفمند شده در ایران و این سرکوب هدفمند خشونت هدفمندان به دنبال میاره، اینجا دیگه پای یک قتل توسط یک اجابان نیست، بلکه تمام اجزای حکومت از شهرداری گرفته تا تمام قوات ها، نیروهای امنیتی و شخص رهبر جمهوری اسلامی در این موضوع در واقع شریک جرم هستن. و به همین دلیل هم که چون تمام اجزای حکومت هستن در کار این خشونت و این قتل هستن، میتونه این یک قتل حکومتی باشه. بنابراین در حال حاضر که داره در ایران یک هولوکاست جنسیتی علیه زنان ایرانی صورت میگیره، تنها راه این که بشه کمیته حقیقت‌یاب سفر کنه به ایران و ایران پاسخگو بشه به جامعه بین‌الملل، همین هستش که فشار سیاسی به ایران وارد بشه و پرونده ایران توسط کشورها به دیوان کیفری بین‌الملل ارجاع بشه.